وقتی صحبت از قدرت نظامی ایران می شود، بسیاری ذهنشان مستقیماً به سراغ موشک ها و پدافند هوایی می رود. دو حوزه ای که نه تنها در منطقه بلکه در سطح جهانی نیز نام ایران را مطرح کرده اند. در این ویدیو قصد داریم مثل یک روایت بلند از دل تاریخ تا میدان نبرد فرضی به بررسی توان موشکی و پدافندی ایران بپردازیم و لایه های مختلف آن را بشکافیم. ایران در دهه‌های پیش از انقلاب پدافند خود را بر پایه تجهیزات غربی بنا کرده بود. سامانه‌های هاوک، موشک‌های شلیک شونده از جنگنده‌های فانتوم و تامکت و رادارهای ساخت آمریکا بخش اصلی آن را تشکیل می‌دادند. اما با وقوع انقلاب و تحریم‌های گسترده، این تجهیزات به مرور فرسوده شدند و قطعات یدکی آنها به سختی تأمین می‌شد. همین بحران نقطه شروع یک راهبرد بلند مدت بود، خودکفایی در حوزه دفاع هوایی. از سال 1990 میلادی به بعد صنایع دفاعی ایران پروژه‌های گسترده‌ای برای بازطراحی و مهندسی معکوس آغاز کردند. نخستین ثمره‌های آن سامانه‌های کوتاه‌برد مانند شلمچه و مرصاد بودند که نسخه ارتقا یافته همان هاوک آمریکایی محسوب می‌شدند. اما به تدریج ایده ساخت سامانه‌های بلندبرد و مدرن به میان آمد. سامانه‌هایی که بتوانند با نسل جدید جنگنده ها و موشک های کروز مقابله کنند. همزمان با چالش در حوزه پدافند، ایران از دهه 60 شمسی به سمت توسعه موشک های بالستیک و راکت های تاکتیکی رفت. ابتدا این موشک ها کوتاه برد و غیر دقیق بودند، اما تجربه جنگ تحمیلی نشان داد که سلاح موشکی می تواند نقشی تعیین کننده در بازدارندگی ایفا کند. به همین دلیل برنامه موشکی به یکی از اولویت های اصلی نظامی تبدیل شد. نتیجه می توان خانواده‌ای گسترده از موشک های بالستیک چون فاتح، قدر و خیبرشکن و همچنین موشک های کروز چون قدس و سومار اشاره کرد. اگر به نبرد موشکی و پدافندی ایران نگاه کنیم، می توان آن را به یک بازی شطرنج تشبیه کرد. در هر حرکت طرف مهاجم با موشک های بالستیک، کروز یا پهپادهای انتحاری به میدان می آید. در مقابل سامانه های پدافندی تلاش می کنند با رادارهای چند باندی و موشک های ضد هوایی این تهدیدها را خنسا کنند. هرچه مهاجم تاکتیک های جدیدتری به کار ببرد، مدافع نیز باید سامانه های پیچیده تری طراحی کند. و اما مهمترین سامانه‌های پدافندی ایران شامل باور 373، نقطه اوج صنایع دفاعی ایران، سامانه‌ای که از نظر برد و توانایی رهگیری با S300 روسی مقایسه می‌شود. این سامانه قادر است اهدافی در فاصله بیش از 200 کیلومتر را کشف و منهدم کند. سوم خرداد شهرت جهانی پیدا کرد، زمانی که در سال 2019 یک پهباد پیشرفته آمریکایی RQ-4 را سرنگون کرد. این سامانه برد متوسط دارد، اما دقت بالایی در درگیری همزمان با چند هدف نشان داده است. 15 خرداد تبس و رعد سامانه هایی هستند میان برد و کوتاه برد که مکمل شبکه پدافند هوایی کشور به شمار می آیند. مجتمع راداری سپهر و بشیر رادارهای بومی برد بلند که قادر به کشف اهداف پنهانکار نیز هستند. قدرت پدافندی ایران تنها در یک سامانه خلاصه نمی شود، بلکه به شبکه یک پارچه آن باز می گردد. این شبکه سامانه های راداری و موشکی را در سراسر کشور به هم متصل می کند و با استفاده از داده های مشترک توان واکنش سریع به تهدیدات را فراهم می آورد. به نوعی پدافند ایران یک موجود زنده است که همزمان از چندین رادار و چندین سامانه موشکی برای دفاع بهره می برد.
حالا تصور کنید در یک سناریوی فرضی دشمن منطقه‌ای تصمیم می‌گیرد با شلیک موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد و کروز زیرساخت‌های حیاتی ایران را هدف بگیرد. نخستین موج شامل ده‌ها موشک کروز با پرواز در ارتفاع پایین است. این موشک‌ها تلاش می‌کنند از دید رادارها پنهان بمانند. در این لحظه رادارهای برد بلند ایران نخستین هشدار را ثابت می‌کنند. سامانه‌های سوم خرداد و تبس در حال آماده باش قرار می‌گیرند. چند دقیقه بعد اولین موشک‌های کروز وارد برد درگیری می‌شوند و توسط موشک‌های صیاد رهگیری و منهدم می‌گردند. با وجود موفقیت اولیه، برخی از موشک‌ها موفق به عبور می‌شوند، اما در عمق کشور سامانه‌های دیگری مانند 15 خرداد وظیفه مقابله با باقی تهدیدات را بر عهده می‌گیرند. در همان زمان یگان موشکی ایران آماده پاسخ است. از سکوهای پرتاب متحرک ده‌ها موشک بالستیک میان برد به سمت پایگاه‌های دشمن شلیک می‌شوند. این موشک‌ها با سرعت‌های مافوق صوت و مسیرهای بالستیک پیچیده پدافند دشمن را تحت فشار قرار می‌دهند. برخی از آنها دارای کلاهک‌های جدا شونده هستند که چندین هدف را به طور همزمان تهدید می‌کنند. این نبرد به یک دوئل چند لایه تبدیل می‌شود. دشمن با موج‌های متوالی موشک و پهباد سعی در اشباع پدافند ایران دارد. ایران با شبکه یک پارچه پدافند بخش بزرگی از تهدیدات را دفع می‌کند. همزمان موشک‌های بالستیک ایران سامانه‌های پدافندی دشمن را مشغول و درگیر می‌کنند تا توان دفاعی او کاهش یابد. اینجاست که مفهوم بازدارندگی خودش را نشان می‌دهد. هدف اصلی نه نابودی کامل دشمن، بلکه رساندن این پیام است. هر گونه حمله هزینه سنگین و جبران ناپذیر در پی خواهد داشت. در سالهای اخیر ایران علاوه بر موشک و پدافند به سراغ فناوری‌های جدید رفته است. هوش مصنوعی در پردازش داده‌های راداری، جنگ الکترونیک برای کور کردن رادارهای دشمن و پهبادهای شناسایی برای رصد لحظه به لحظه میدان نبرد. ترکیب این فناوری‌ها باعث شده از کارایی پدافند و حملات موشکی به طور چشمگیری افزایش یابد. پرسش اصلی این است، آینده این نبرد چه خواهد بود؟ کارشناسان نظامی معتقدند که جنگ‌های آینده بیش از آن که بر نیروی زمینی متکی باشد، بر نبرد از راه دور، موشک‌ها، پهپادها و پدافند خود تکیه خواهند کرد. ایران نیز در همین مسیر گام برمی‌دارد. پروژه‌های موشک‌های هایپرسونیک و سامانه‌های پدافندی لیزری بخشی از آینده‌ای هستند که می‌توانند موازنه قدرت را تغییر دهند. نبرد موشک و پدافند ایران را می‌توان داستانی دانست که از محدودیت و تحریم آغاز شد، اما امروز به نقطه‌ای رسیده که بسیاری از تحلیلگران جهان آن را یک عامل بازدارنده جدی می‌دانند. این تقابل نه یک جنگ تمام عیار، بلکه نوعی شطرنج استراتژیک است، شطرنجی که هر حرکت در آن می‌تواند سرنوشت یک ملت را تغییر دهد. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.